برای اینکه این خیابان شد میتونیم روی پلتفرم خودمون گذاشت کنیم یا حتما باید استک میتونید خیلی راحت با یه دستور شیر هر کاری میخواید بکنید، یعنی از اون لحاظ نیاز نیست حتما پلاگین استفاده کنید. الان یه خوردی جلوتر که بریم بحث پایپلاین روشن شفاف میشه و بهتون توضیح میدم خیلی راحتی. یعنی من میتونم یه سروری بذارم که فایلامو رو آپلود کنم به دسترام از اون بیده دسترام اینی که اون برو بس از جام. یعنی خوبیش اینه که شیل و همه چیز در اختیارتون هست، جاوا هم هست، هر خودتون هم پلاگین نوشتنش هم آنچنان سر حتی من خودم امتحان نکردم آنچنان در حد یه دمو که رفتم خیلی راحته، یعنی ساختاره پیچیده این نیومده یه چیزی خارج از قف بذاره و خیلی راحته. میتونیم چی شنیم چکار باید بکنیم این کم سامنه اگه بخواییم برای آدرس تستی برای ما اینکه تستی نصفه جنریت کنه، خب اون که میره دست تست رو سلام نصفه تستیه و اون که میره با اسم آدرس هم سلام هست. قبل از اینکه ما بیلد بگیریم اینجا توی بیلد انوایرمنت اینجا ما میتونیم انوایرمنت رو تعریف کنیم خب، و یا حتی بالاتر بگیم که اگر روی دیولپ بود تو حق داری این کار رو انجام بدی، و میتونیم ایف بذاریم که اگر دیولپ بود سرور تستی توی گردل ست کنیم که کدمون از گردل میخونه، یعنی چنین حرکتی رو راحت میتونیم انجام بدیم. و اگر مثلا گیت فلو رفته باشیم، یعنی ساختار گیتمون اونور گیت فلو باشه، گیت فلو همیشه وقتی که میریم رو مستر قرار هست که بریم برای پروداکشن، یعنی یکی از چیزهایی که بشه. یا اگر میتونیم بگیم اگر هات فیکس بود هات فیکس انجام شد، تست ها انجام شد، سریع سویچ کن که بذاریم توی استو. ولی الان چیزی که وجود داره یعنی واسه کاف و بازار فعلا نمیتونیم اون قسمتی که باید خودمون دستی آپلود کنیم، ولی برای گوگل پلی راحت میشه استورش استفاده کرد که این فرآیند به صورت اتوماتیک انجام شه. و الان من اگر نیازی من ببینم مثلا توی این پروژه ببین از چنین چیزی میشه استفاده کرد که توی پروژه من یه فایل بیلد انوایرمنت دارم که موقعی که گردلم میخواد بیلد شه خودش متوجه میشه چه نسخه ای هست و اینجور چیزا، توی این فایل ذخیره میکنم و از اونجا بعدش میام میخونم، یعنی تمام فرایند رو میتونید کاملا اتوماتیک کنید و میتونید داخل اصلا گردلتون راحت هر چیزی دوست دارید بذارید و راه ارتباطش با گردل همین فایله، یعنی یه دونه فایل میگیری و اینجا بهش توضیح میدی که تو قراره قبل اینکه بیلد بگیری برو اونجا مثلا ببین چه خبره. خیلی راحت میشه این کارو انجام میتونیم برای چنج کردن هر چیزی که برای ورژن چی؟ ببین الان برای ورژن ببین من توی پروژه هم شخصا توی پروژه من ورژن هم اونطوری تعیین میکنم که این آخری ورژن بیلدم و جنکینز تعیین میکنه، یعنی اینا رو که واقعا باید دستی ست کنیم بابت هر چیزی که داریم انجام میدیم که خودمون متوجه هستیم به بیلد رو چیزی میکنیم، ولی ورژن بیلد من خب که اینجا ورژن کد من داره از یه فانکشن استفاده میکنه، ورژن نیم من داره از یه فانکشن استفاده میکنه، میبینید؟ آره. و این قراره که این کار رو بسید من انجام بده، و قراره که این همون چیزی که من از جنکینز میگیرم، یعنی من هر بیلدی که میگیرم میشه مثلا ورژن 3 هست 3.0.0 ولی بیلد ممکنه 500 باشه، یه 500 اضافه میشه تهش که همیشه بیلدها متفاوت باشه. الان خیلی وقتا مثلا نسخه های گوگل رو میبینید همیشه اینطوری مثلا 3.2.1 بعد یه عدد خیلی طولانی مثلا گذاشته، مثلا ممکن در حد میلیون ها میلیون که مثلا در حد 10,000 باشه. جنکینز از اون چیزی که من گذاشتم از این بیان
من همون جاب اندروید از اینجا خونده میشه. این همیشه یه عدد رو به بالاست و میایم راحت اینو مثلا جابجا کنیم. همیشه یونیک اصلا اینا رو اگه من پیل دارم پاک کنم دیگه از 3 شروع میشه و اینطوری میشه که مثلا فرض کن ورژن 3.0.0 مثلا 29 اضافه میشه تهش و همیشه باعث میشه یونیک باشه که دقیقاً اون بحث این که اینجا آرکایو هم میکنیم بابت همینه که بدون چیز خوش. خب چیزی این وسط اضافه کنم، این چیزهایی که ما در حالت آتیف معارض داریم هست میزنیم مثل استفاده از بیم تایر یا مثل فلیویل ها من اون بیداشتی طبیعتا میتونی تو جنکیز یا برای بود نماده خوبی دوست ها استفاده کنم. ادامه خب خیلی پلاگین داره. من پلاگین های کردقه برای اندروید استفاده خودم شخصا میکنم که توضیح میدم. یه بیلد مانیتور ویو داره که بیلد مانیتور ویو میتونید استیت بیلداتون رو ببینید، میتونید بذارید توی یه MCD که معمولا بچه بکنی کار میکنم، خودمونم اگر استیت جوری باشه میشه گذاشت. یه سیمپل ترم هست که یه خورده ظاهری رو یه رونقی میده و یکم متریالیش میکنه که پلاگین خیلی ساده است ولی خب این حداقل یو آی شو حتی یو ایکسش هم بهتر میکنه. اسلک نوتیفیکیشن آپلود هست که بعد از پست بیلد هامون بیایم بگیم که فلان چنل رو مثلا نوتیف بده یا مثلا یه فایلی رو آپلود کن. جیرا تریگر هست که برای استفاده همون کاری که با جیرا داریم. این گوگل پلی اندروید پابلیشه دقیقاً همون پلاگینی که گوگل نوشته برای اینکه بتونی بعد از آرکایف کردن APK توی گوگل پلی آپلود کنی بدون دخالت انسانی. اندروید APK سایز واچر هم یه طول خیلی خوبه، فقط بعد از اینکه بیلد انجام شد بیلد الان و با بیلد یه دونه قبلش چک میکنه و این اگر میتونی لیمیت بذار بگی اگر بیشتر از یه میک شد ایمیل میره که چی شده که یه میگ، یعنی اون لیمیتی که براش گذاشتی رو چک میکنه و ایمیل میکنه، چون خیلی وقت پیش میاد که یه سری کارها انجام میدیم و یادمون میره پاک کنیم و به خاطر اینکه یه خط کدش رو زدیم پروگارد نمیتونه اونم حذف کنه و یه جایی از خود میده. بلو اوشن اند پایپلاین به مشکلی که الان اونجا بود، خب مشکلی که الان هم تو پیاده دیدید هم پروژه‌ای که نشون دادن بیلد فلان اونجور چیزا خیلی طولانی بود و تقریبا از چند سال پیش شروع کردن که بحث پایپلاین، یعنی اینکه تاسک‌ها پشت سر هم دیگه انجام شه و به صورت یه پایپ رو به جلو بره. که پایپلاین چیه؟ پایپلاین یه فایل به نام جنکینز باید باشه که توی روت پروژه قرار میدیم و بهش میگیم که قراره جنکینز اگر توی پروژه چنین فایلی بود پس پایپلاینی وجود داره و تو پایپلاین رو بیا اجرا کن. پایپلاین هم به صورت یه فایل با سینتکس خاص خودش توی داکیومنت جنکینز خیلی راحت میتونید ببینید، یعنی چیز آنچنان سخت نیست که بخوایم انجام بدیم که معمولاً به این صورته که اولش با پایپلاین شروع میشه، بعدش ایجنت ها رو میتونیم تعیین کنیم، بعدش استیج ها. استیج ها مثلا الان در حال حاضر 3 تا استیج وجود داره که قرار بیلد بگیره، قرار تست کنه، قرار دیپلوی کنه و همون چیزی که برای گردر نوشتیم که مثلا گردر کلین شه و یا هر چیز دیگه ای رو اونجا راحت میذاریم و انجام میشه. و خیلی چیزهای دیگه هم داره که حالا من تو این سمپل گذاشتم. مثلا میتونیم بهش بگیم که قراره تو داکر فایلی رو اجرا کنیم، اون داکر فایلی میتونه نمیدونم 30 تا 40 تا ایمیلیتور تو سایزهای مختلف باشه، قراره اون اجرا کنه بده تستا، اگر روی اونها پاس شد ما مثلا فلان کار انجام بدیم. یا میتونیم این همون بحثی که دوست از این گفت انوایرمنت ها رو میتونیم اینجا خیلی راحت تر راحت با یه خط کامند نوشتن انجام بدیم و یا تریگرز باشه. بریم که توی چیز من بهتون نشون بدم. ببینید
تو پروژه‌ای که من توی گیت لب گذاشتم اول این فایل وجود داره، خب به نام فایل هم جنکینز فایل و به این صورته که قرار ایجنت مستر من که توی جنکینز تعریف شده است به اصلا دیفالت خودشه قرار با اون کار کنه، استیجایی که وجود داره قرار کامپایل کنه، قرار یونیت تست منو اجرا کنه، قرار بیلد بگیره، لینت رو واسه من چک کنه و در صورتی که ایرور پیش اومد به من ایمیل بزنه. یعنی همون کارهایی که به صورت ویژوال داشتیم با تصفه انجام میدادیم که یه خورده ممکن بود از آزاردهنده باشه، یعنی باید هدف میرفتیم چجوری میتونیم با پایپلاین انجام بدیم. و خوبی پایپلاین هم اینه که هر کاری که میتونید توی اون جاوا به صورت انفرادی انجام بدید اینجا 100% میتونید انجام بدید، فقط ویژوال نیست. و خوبی پایپلاین اینه که مثلا من این پایپلاین نوشتم میخوام برای CI/CD دیگه استفاده کنم، تقریبا شبیه هم دیگه، یعنی اگر برید تولزهای مختلف رو نگاه کنید پایپلاینشون تقریبا شبیه هم دیگه و خیلیشون اصلا همون فایل رو میگه بده من خودم تبدیل میکنم. یه چیزی که خود جنکینز برای پایپلاین گذاشته که از جنکینز دو به بعد هست اینه که میشه مثلا من یه نمونه همین پروژه که پایپلاین داشت توی گیت لب دیدیم، این پروژه هسته من با این ویو بازش میکنم که CI/CD example pipeline قراره که واسه من چه کاری رو انجام بده، فقط به صورت ویژوالیه. خب خیلی بهتره و مثلا من یه بیلد میگیرم و بیلدشو کامپایل انجام داد که میشه مثلا خیلی راحت تره پایپلاین برای انجام کارهایی که مثلا نیازه که و خیلی روتین تره. کامپایل میکنه، یونیت تست انجام میده، همون بیلد رو میگیره، لینکش رو چک میکنه، حتی لینک نباید اونجا باشه و قبل از اینو باشه و کار رو مثلا ای پی تی رو آماده میکنه با همین فایلی که اینجا نوشته شد. خب برمیگردم به خب چیزی که دیدیم برای جنکینز بود. من الان CI/CD رو توضیح دادیم و متوجه شدیم که چقدر میتونه کارمون رو راحت کنه. و ببینید جایگزین‌ها خیلی راحتن. یعنی من الان به جای جنکینز میخوام از گیت‌لب استفاده کنم. چون منطقشو میدونیم و همون پایپلاین نوشتیم سویچ کردن روی گیت‌لب خیلی راحته. به این صورت که گیت‌لب یه چیزی داره به نام GitLab CI که GitLab CI به این صورت کار میکنه که ما وقتی که کدمون رو پوش کردیم روی GitLab، GitLab توی جنکینز ما یه جنکینز فایل داشتیم، توی GitLab یه GitLab CI YAM داریم، یعنی چیز اون رو میده به این GitLab CI رانر. GitLab CI رانر با توجه به کانفیگی که براش تعریف شده یک سری داکر فایل رو میاره که داکر فایل مثلا برای خودمون میشه JDK یا هر چیز دیگه که نیاز داره و به وسیله اون فایل و داکر کارهای سیهای ما انجام میده که خیلی راحته. ما هر پروژه‌ای که الان باز میکنیم همطوری که این بالا مثلا اد لایسنس داره و یا مثلا چیز داره ما میتونیم ستاپ CI/CD ست کنیم که یعنی که یک فایلی رو واسه ما ایجاد میکنه که البته خالیه به نام .gitlab.ci که حالا مثلا برای اندروید ما چنین چیزی رو استفاده میکنیم که شبیه جنکینز. جنکینز مثلا به جای ایمیج میگه داکر، قراره که OpenJDK واسه ما از اون داکر استفاده کنه. وریبل هایی که تعریف میخواییم کنیم که با چه استیکه یا هر چیز دیگه ای باشه میتونیم بیفور اسکریپت مثلا یه سری آماده سازی ها رو انجام بدیم و استیج هایی که نیاز داشتیم، استیجی که مثلا لینک باشه اصلا رو دیباگ کنه و این کار رو انجام بده. خب بریم که بیانون توی واقعیت چجوری
من این پروژه اگزمپلی که گذاشتم این فایلی که قبلا من ایجاد کردم که به این صورته که الان داره ایمیج ها رو ایمیجی که نیاز داشتیم گرفتیم وریبل ها رو ست کردیم بیفور اسکیپ اون داکر اونجور چیزا رو برامون آماده میکنه. دو تا استیج داره، استیج بیلد و تست، که توی استیج بیلد ما دو کار انجام میدیم، یکی لینت، یکی اسمبل کردن دیباگ. و به این صورته که همون چیزی که الان توی جنکینز ما نوشته بودیم اینجا اومدیم گذاشتیم و در آخر هم که قراره که واسه ما دیباگ تست رو اجرا کنه. و نشونه این که اینجا سی آی سی بی هست خب، و فعلا چهار گزینه داره که این چهار گزینه فعلا کار ما راه میندازه. مثلا پایپلاینش رو این چیزایی که واسه این پروژه انجام دادیم که میتونیم اینجا بگیم ران کنیم. به این صورتی که الان داره اجرایی میکنه و یا اینکه تسکایی که داره انجام میشه که چون مجموعی از تسکا پایپلاین میشن که این دوتا تسک در حال اجرا هستن، یا میتونیم بهش بگیم همون چیزی که توی جنکینز داشتیم یه کاری رو هر روز واسه من انجام بده. ممکنه این باشه که یه دیگه یا هر روز من بذارم توی یه چیزی برای آرشیو کردن کار آخرش ها. و چارتی که حالا اون برم با مونیتور میتونید جنکینز ببینید که بیلد هایی که انجام شده بر حسب دیتا هایی که وجود داره. و سوال سلام خسته نباشید. حالا میگه بیگ لب APK هم میده، یعنی فرمان؟ آره دقیقا APK میده، ولی بعد APK بعد از اینکه فراد بیل تموم شد بیایی بگی که مثلا APK بفرست برای مثلا گوگل درایو، بفرست واسه سرورم که مثلا APIش آماده است، یه سرویس کار کوچیکی داشته باشی اونجور چیزا. گیت لب یه خورده مثل چیز پلاگین پذیر نیست، بعد اون یه دکه رو خودت مثلا اجرا کنی، ولی با اسلک و اینا خیلی راحت میشه انجام داد. مثلا آموزش خاصی هم فراغ داریم که مثلا کمک کنیم که ما یه قسمت ببین وقتی سرچ میزنی سی آی سی دی یه مشکلی که وجود داره یه دفعه میبرنه توی بحث دیوپس کامل و این یکی از تسکای بچه های دیوپس کاره. یعنی ممکنه یه دفعه یه ویدئویی چیزی ببینی که داره واسه دیوپس کار مثلا بیسی که داکر رو براش توضیح میده و اینجور چیزا، ولی مثلا واسه یه بیلد ساده نیاز نیست که تو خیلی از داکر چیزی ببینی. من سعی میکنم که چون این فایل رو توی گیت لب اونم چیز میکنی سعی میکنم تو رید میشه سری چیز بزنم، ویدئو اینا اگر یوتیوب باشه یا مثلا مدیوم اینجور چیزا حتی هم میذارم. ممکنه که درباره ما مثلا وقتی میخواییم بیت بگیریم ما اون GSR رو خب نمیخواییم به صورت فایل روی ریپوزیتوری رو بذاریم، این رو چجوری به عنوان یعنی چجوری برسونیم به دستی گریده که بتونه باهاش ساین کنه تکیه میکنه؟ ببین الان ما همین مشکل رو سمت اپایی که خیلی مهمه شبیه فرسون اپ بانک الان ما دقیقا چنین کار میکنیم، کلید دست کسی نیست روی سرور سی آیه خب، و کلید اونجاست و من نمونه اجرا شده شم. ببینید مثلا اینجا ببینید من اینجا مثلا به گرده گفتم که تو قراره که سلوت از یک فایلی بکنی که این فایل که این فایل توی اینجا هست، اینه
که کانفیگ یاد نمیتونم نشون میدم چون کلید است که این فایل اینطوری که بعدم که این فایل قراره گردل میاد از این فایل که داخلش آدرس کی و کانفیگ پسورد اینجا چیزا هست که مثلا الان اینجا هست و برده و خوبیش اینه من وقتی که خودم دارم بیلد میگیرم به همکارم به تسترم میدم خب من خودم یک کیستوری اینجا گذاشتم و این الان داره میره این فایل رو میخونه و توی اینجا داره ازش استفاده میکنه برای ساین کردن. خب اون کی که داخل جنکینز یا حالا هر جایی که گذاشتیم چون گیت‌لب هم چنین چیزی رو داره اون فایل اونجاست و دست یعنی حتی میشه انکریپتش هم کرد که دیگه خودت هم بعدا ندونی چیه حالا یه بعد بکاپ دیگه اینا انجام ولی خوبیش اینه که دست دیولپرها دیگه کی وجود نداره و هر زمانی که نیاز بود من اگه میخوام بگیرم خودم این فایل رو داخل پروژه خودم دارم به همه میدم ولی کلید اصلی توی سرور که خود گیت‌لب هم حتی فیچرهای خیلی خوبی بابت این داره که بتونی اون فایل هم حتی سیکیور کنی یا مثلا یه راه حلش اینه که من این فایل رو میذارم توی گوگل درایو که مثلا یه جای فقط مدیر عامل داره بعد اون یوزر پسوردی که نیاز داره میره از اونجا میگیره با تاییدی که این چنین کاری رو من انجام ندم یکی از پیشنهادایی که میشه انجام داد و اینطوری میتونی که حداقل کلیدت همیشه چیز باشه الان در حال حاضر دیگه این زیاد نیاز نیست چون گوگل پلی اصلا کلید اصلی پیش خودش نگه میداره یه کلیدی بدونه که هر وقت دوست داشته باشی بتونی عوضش کنی یعنی کلید اصلی وابسته شده به اکانت گوگل پلی و هر وقت نیاز داری یه کلید فقط بیلد به تو میده وقتی که تو فایل ای پی کی بهش میدی اون خودش یه بار دیگه ساین میکنه با اون کلیدی که اصلی که همیشه پیش خودش هست که مشکلی هم پیش نمیاد که کلید گم شد حالا تو گوگل پلی نمیتونیم آپدیت بدیم جنکینز یه مشکلی که داره اینه که تو باید یه کامپیوتر خالی داشته باشی یه سرور خالی داشته باشی یعنی تو اسکیل استارتاپ ها واقعا این مورد رو داریم که مثلا میگه آقا من سیستم خالی ندارم سرور ندارم و اینه که باید یه نفر حواسش به تیون کردن اون باشه همیشه چون اینم خودش یه چیزی داره اجرا میشه و این مشکل و خیلی وقتا تو ایرانی ها خب کپی رایت نداریم خب گیت‌لب اوپن سورسه گیت‌لب خیلی یا مثلا همین الان توی شهرداری پانک اینا دولتی ها که بدون ردخوری داخلی اجرا میکنن و دسترسی خارجی یعنی یک نفر دیوسور دارن که حواسش به گیت‌لب و یا جیرا و یا چیزای اینطوری باشه و گیت‌لب خیلی راحت تر چون گیت‌لب اگر بخوایم روی خود سایت اصلیش استفاده کنیم فکر کنم 10 تا بیلد در روز اجازه میده بعدش بابت اینکه از سرورش استفاده میکنیم پول نمیدونم لیمیتش دقیقاً ولی لیمیت خیلی کوچیکیه خب و اینطوریه که اگر گیت‌لب داخلی توی شرکت دارید بهترین چیز و سریع‌ترین چیز به نظر من گیت‌لب و پایپلاین نوشتنش داکیومنتش خیلی تر و تمیز و خوبه راحت میشه نوشت و اینطوریه که پایپلاین یک بار که بنویسی بعدها خیلی کم پیش میاد که ادیتش می‌خوای کنی و یا ادیت کردنش در این مثلا یه پایپلاین نوشتی سال‌ها داری ازش تقریبا استفاده می‌کنی در این حد ممکنه باشه که من پروژه مثلا سه تا فلیور بهش اضافه شده مثلا برم فلان کار رو انجام بدم
یعنی بیام چهار تا ایف بذارم اونجور چیزا. و فقط سی آی سی دی میگم مشکل اصلیش اینه که الان خیلی ها مثلا استفاده نمیکنه که اون ستاپ اولیش یکم طول میکشه، ممکنه مثلا یکی دور زدم درگیر باشه، بیلدش درست باشه نباشه اینجور چیزا، ولی بعد از اون اینطوریه که من هر وقت هر کسی اراده کرد میتونید بهترین چیزی که من الان دیدم و خیلی خوبه که ما توی جیرا سه تا دوزیدم چهار تا ستون هست To do, in progress, done, ready for test. خب میشه با اسمارت کامیت جیرا، خب وقتی که من اسمارت کامیت رو انجام دادم، یعنی بهش میگم که تسک من اصلا این کدی که زدم برای تسک مثلا 12 MP-12 میتونم بهش بگم که MP-12 رو از این پروگرس بردار ببر بذار توی دان و اونجا تعریف کنم که اگر چنین چیزی بود این فرآیند CRM شروع میشه، همه این کارها رو انجام میده، بیلد میگیره میذاره توی اسلک و وقتی که توی اسلک مطمئن شدم گذاشتم اون تسک رو جابجا میکنه به صورت اتوماتیک از دان به ریدی فور کیوه که باعث میشه الان یه سری چیز هست همیشه اینطوری تسک رو دان میکنه، تستر میاد میگه کی بی کی بده. خب حداقل میشه این کار کرد که تسترها رو دیگه هر روز نمیاد مراجعه کنن، میدونن اگر تسکی رفته برای ریدی فور کیوی حتما بیلدش هم انجام شده، حداقل از سمت ما بیلد و تستایی که داشتیم انجام شده.